روز جمعه گاوسواران سبک غربی در قلب منهتن میدان تایمز که با آسمان خراش ها و پیاده روهای بتنی صحنه نمایش در نظر گرفته شده بود تاختند. 10 سوارکار رده بالای حرفه‌ای جهان مهارت‌هایشان را در مقابل صدها تماشاگر به نمایش گذاشتند. این رقابت پایانی قبل از فینال گاوسواران حرفه‌ای سال 2010 جهان بود که هفته آینده در لاس وگاس برگزار می‌شود، جایی که 1,000,000 دلار به علاوه رتبه جهانی در انتظار برنده آن است. در میان غریو و هیاهوی جمعیت، گاوسواران با یک دست تازیانه می‌زدند و با دست دیگر خود را محکم روی گاو سرکش نگه می‌داشتند. نفر دوم از گاوسواران حرفه‌ای به نام جی بی مونی از کارولینای شمالی پس از رقابت اظهار داشت که میدان تایمز بسیار متفاوت از جایی است که او زندگی می‌کند. میدانید دیدن این همه ساختمان‌های بلند با آن همه تبلیغات پرهیاهو روی آنها و نورپردازی‌ها، همه چیز، آدم‌ها و پلیس‌ها، وضعیت کمی فرق می‌کند. مونی افسود که او فکر می‌کند جمعیت نیویورک حمایت زیادی را نشان داد و از نمایش سرسختانه گاوسواری لذت برد. اکثر جاهایی را که ما برای گاوسواری می‌رویم، مردم این باز را تمام عمرشان دیدند. آنها کل داستان را می‌دانند و زیاد علاقه نشان نمی‌دهند. اما اگر کسی واقعاً سوارکاری فوق‌العاده ارائه کند، آن وقت یک جورایی کمی علاقه خود را نشان خواهند. اما اینجا مهم نیست که حتی از گاو پایین میافتید یا نه. مردم هلهله و شادی کرده و لذت میبرند. این کار به ما انرژی میدهد. در پایان برخی از سوارکاران به ساختمان مجاور رفته و زنگ اختتامیه را در استودیوی نزدیک به صدا درآوردند.